سلام میکنم خدمت همه دوستان عزیز. قرار بر این شد که چون به حال داش امیر تو و اینا طبق پیغامی که به ما رسید که آقا یه ویدیوی بگیریم، یه خاطره ای از امیر بگیم. حسین دبی بود اینا پای تلفن ما هم شعر میمیزن. این آهنگ رو یادم نمیاد چی بود. هی دارم یه ساعت فکر میکنم یادم نمیاد. چی خواهد کنی؟ باز که آشی پخته. نه بابا آفرین، ویدیو که دارم درست میکنم ولی یه سلام کن به بچه ها. فقط یادم اولش گفت که در سال 2100 میلادی نمیدونم فلان اینجوری. اردلان جان عزیزم قربونت. خب الان جامام درسته؟ قرار بر این شد که چون به حال داش امیر تو و اینا طبق پیغامی که به ما رسید که آقا یه ویدیوی بگیریم، یه خاطره از امیر بگیم که به حال یادی بشه ازش، و ما هم خیلی فکر کردیم راستیتش مثبت 18 است با دیگه به حال سرچ زیاد تو مغز مرور گذشته خیلی هم سخته. میدونی روزای خیلی قشنگی بود، هم از ایران و حال هم از امیر. این خاطره رو به حال انتخاب کردم. به نظرم تنها چیزی بود که میشد گفت. هم دوران خیلی قشنگی بود، هم بامزه بود. یه کوپه قرمز داشتم سال 2007، تازه هم اومده بود. اون تایم با هم میریم شمال، میریم متلقو دریاگوشه دور دور رو اینا. داشت امیرم گذاشتم جلو سر قلاب که با شکار ماهی رو انجام بدیم. بعد بگم خدمتتون که واقعا از هر 10 تا ماشین 8 تا 9 تاش داشتین آهنگ اسمش خدای چی بود، کت پوست مار ندارم شلوار لی که دارم ایران سل ندی 26 که دارم. بچه آهنگ بود یادش بخیر، بلکه از 8 9 تا نه از هر 10 تا 12 تا پخش میکرد، چون دو تاش هم از صدا خونمونای همسایه‌ها میومد. واقعا ترک مگا هیت بود، عجب آهنگ بود، واقعا یادش بخیر. رفتیم ساحل موتلقو، یه بچه خیلی کوچیک امیر رو شناخت و پرید بغلش. بعد یکم که اونجا بودیم بچه‌ها زنگ میزنن که بیاین سمت خضرشهر و اینا، ما اونجاییم. همین هم گفت حاجی ویلکم اینجا رو، بریم اون بر همه بچه ها اون برن. گفتیم باش، گازش رو گرفتیم. و اتفاق جالبی هم که افتاد، حسین توی زنگ زد، اون موقع دبی بود. بعد یه آهنگی رو با هم کار کردن تو همین مسیر که میرفتیم، فاز بد. چه فاز بدیه وقتی نیستی، آها چه فاز بدیه. صدام دارم خدای خودم بعد ترک بدم به خدا. آره من همیشه فکر کردم که به حال یه مدیر سایت نباید خودش خواننده بشه، چون شاید آرتیستا فکر کنن که به حال هر حرفی یا هر سیاستی که به خرج میده در راستای این که خودشو بیشتر ببینن باشه. واسه همین با اینکه خیلی میتونستم این کار رو با پرقدرت انجام بدم، ولی به حال تصمیم گرفتم که من تو اون مسیر نرم، این کار رو جدا کنم که یه موقع هم برای هیچ کسی تفاهم نداشت. همیشه سعی میکردم که به کوچکترین و ریسترین دیتیل و اینکه مردم چی فکر میکنن اهمیت بدم، ولی کاملا اشتباه میکردم. اصلا به حرف مردم اهمیت ندید. اینو تو همون مسیر بزنیشون رسید که هم اینجوری بگن. آره دیگه تلفنی با هم آهنگ و امیر ساخت، کل مسیر من رانندگی میکردم. تو همون مسیر آهنگ رو ساخت. آره آقا ما گازشو گرفتیم، ماشاءالله کم هم راه نبود. رفتیم خضرشهر رو، اونجا یکم چیل کردیم، دوستامون رو دیدیم. یکی از دوستامون موقع زدفور گذر آورده بود، اون موقع واقعا هم زدفور اصلا خیلی کم بود. یادم شب که میرسیم بچه‌ها میگن که داشتم بشیم بریم یه دوردوری هم اینجا بکنیم و اینا. منم خیلی خسته بودم، تو مسیرم زیادی من اونور چرخیده بودیم. امیر نشست توی زدفور رو رفتن و یهو دیدن امیر و اون دوستمون اومده، ماشینم دو نفره تمام بود، یعنی باز این دو کوپه دو نفر عقبش جا میشدن، یکی رو گذاشتن روی کاپوت دختره رو آوردن در ویلا. گفتم 3-4 صبح اینو چیکار کنیم؟ از کجا آوردی؟ گفتاش پیاده قدم میزن آوردیم.
امیر خیلی کله پاچه دوست داشت. یکی از دلایلی که به هر حال من گیاهخوار نشدم، خب امیر خیلی تبلیغ مثبتی کرد و واقعا هم تو مردم تأثیر زیادی داشت واقعا و داره هنوزم. و خب من وقتی همش با هم گوشت و تعدیق مثلا خیلی دوست داشت، یه رستوران بود تعدیق تو ولیعصر، تبلیغ هم میکنیم چیکار کنیم، شات اوت میدم، شما حساب ولت میفرستم برای رستوران. بعد خیلی دوست داشت و این کله پاچه و اینا رو خیلی شبا میرفتیم میزدیم. برای من هیچ وقت این انگیزه نمیمد که گیاه خورشم، چون من همش این خاطرات گوشتی رو یادم بود. اون حالا به حال انگیزش قوی بود و خیلی هم تو این را موفق بود. رفتیم اونجا کلبش زدیم و گفت که حاجی ولی متلقو بیشتر حال میداد و پاشیم بریم متلقو دوباره، ایلی اونجا با صفاست. گفتم که باش. ما همونو دوباره بعد کلب فکرم 5-6 صبح بود رفتیم متلقو، دوباره اونجا اشغال کردیم و اینا. یه اکیپ دیگه از دوستامون دوباره به ما زنگ زد. متلقو هم خیلی خدایی داشت خوش میگذشت. برو 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 هر رد کرد دیگه، حالا تو برو. تو این راه‌ها که میرفتیم همش با حسین توی اون آهنگ فازه بد داشت هی تکمیل تر میشد، یعنی همش با هم پای تلفن بودن و من بنده خودام رانندگی میکردیم. دوباره زنگ زدن که آقا برگرد. گفتم حاجی بابا ناهارم نخورده بودیم، همش چرخیده بودیم. گفتم بریم یه چیزی، گفت بریم حالا تو راه چیزی میخوریم. گفتم اوکی. رفتیم هی این رستوران من رد میکردم، هی اون آج اینجا رستوران خوبه. گفتم نه بابا این چیه رستوران، باید جلوش دوتا کامیون و اینا باشه یا مثلا یه رستورانی باشه که برند باشه. مثلا من خودم آبادگران اونجا تو اون سمتا دوست داشتم که اونو رد کردیم. باز رفتیم جلو. آقا رسیدیم، سرتون رو درد نیارم، نمیدونم دقیقا کجا بود ولی گفت آجی این رستوران دیگه وایسا. گفتم باشه داشتم راهنما رو زدم، اومدیم دیدیم نوشته رستوران وزرا. گفت برو لعنت شو اینو گاز بده برو، من از تازه ماه پیش وزرا بودم. یعنی اشتام گور شد، غذا نمیخوام، برو من اون سمت یه چیزی میخوریم. بنده خدا چقدر روی بچه های ما، رو آرتیست ها، یعنی فشار عصبی و روانی بود که یعنی اسم وزرا رو با میدیش دیدیم در میرفتیم. حالا بنده خدا رستوران زده بود، اگه هنوزم باشه فکر کنم دیگه عوض کنه با این ویدیو. دوباره رفتیم خضرشهر، رفتیم در کنار، نه سری قبل رفتیم در کنار، سری رفتیم خضرشهر رو دیگه خوردیم به یه سری دیگه دوستامونو. باز ولی دوباره گفت حاجی برگردیم متلقو. ما توی یه روز و نیم حال سه بار رفتیم این جاده رو اومدیم. این حال گوشه ای از خاطرات بسیار زیاد بود با امیر. حال ما سالات رو با هم زندگی کردیم. امیدوارم که زودتر کاراش حل بشه و به حقش برسه دیگه، از این کاملتر و بهتر نمیتونم بگم. واقعا امیدوارم که هرچه زودتر مشکلش حل شه و به حقش برسه. دمتون گرم.